خب الان 10 مرداد 1402 ظهر، هم چند ساعت پیش سخنگوی سخنگوی هیئت دولت آقای رئیسی اعلام کرد که مملکت چهارشنبه پنجشنبه تعطیل، جمعه هم که همیشه تعطیل بوده. حالا علتش احتمالاً به خاطر مسئله انرژیه، حالا علاوه بر این حفظ سلامت شهروندان که ایشون گفته، انرژی هم میتونه باشه به خاطر اینکه مصرف برق بالا میره روزهای گرم. حالا مثلا این چیزا نیست، من این نکته جالبی رو میخوام بهتون بگم، اونم اینه که خلاصه حرف من اینه، اگر شما لاکشری باشید در شمال تهران، گرما بهتون کمتر اذیت کننده میتونه باشه تا یک فرد مثلا روستایی باشید در سیستان و بلوچستان یا خوزستان. حالا این مسئله رو میخوام بگم، بحث اینه که مردم لاکشری در بالا شهر تهران هستن، در منطقه 1 2 3 5 اینا چیزی رو دارن میکشن اگر گرما خیلی خفنه، که سالهای ساله که مردم در این نیمه پایینی اینجاهایی که دارید میبینید، تمام این شهر رو، این سر خوزستان همه شو رفتن، این قسمت غرب خوزستان، در بوشه، در هرمزگان، در سیستان بلوچستان، شهر اهواز با اون وضعیت شرجی هم هست و فلان، چیزی دارم میکشیدن که این همه سال مردم اونجا میکشیدن. یه تفاوتی هم هست گفتم دیگه، تفاوتش اینه که مردم تهران مثلا چیزم دارن اینجا منطقه 22 در چی چیتگره میرم تو لاکچری هوا یکم خنک‌تر براش، ولی اونا ندارن. این تفاوتشه. حالا این هم اصلویه است که الان کارگران اونجا دارن کار بکنن و سالهاست با این مسئله گرما دارن. ببین الان شما ببین اینجا نارکای مال پارساله، گرمازدگی کارگران پروژه نفت و گاز، جان باختن 3 کارگر، این چیزی جدیدی نیست برای مردم جنوب کشور. که این تاکسی اهواز شما نگاه کن ذوب شده، یعنی گرمایی که الان در کرج و تهران هست، این در واقع اول عید خوزستانه. الان شما دسفول بری، اول عید بری دسفول، انگار الان رفتی تهران. ولی خب تفاوت اینجا تا سرعیاز شما ببینید منطقه 22 درجه چیز کرد. من همیشه باور کنم میرم هرس بخورم به خاطر این موضوع. مسئله من مسئله توسعه است، توسعه نامتوازنه در واقع، که ما خدمات رو در تهران به نظر میرسیم اینقدر زیادی گسترش دادیم تا مثلا این مناطقه که گفتم جنوب کشور. حالا به هر حال امیدوارم درست باشه، ولی به هر حال آقایون خانم های تهرانی لاکشری که چیز هستن در برج ها زندگی میکنن، زیاد سخت نگیرن. تازه الان چه جوریه مثل مردم حاشیه شهر اهواز که نزدیک رودخونه هم زندگی میکنن، شرجیه بی هوا بیشتره، درد اسفول اندیمش نفت شهر ماهشهر اینا، همیشه این بساطه دوست من. چراغ را نمارندگی زوب شده همینطوری که میبینید، این یاروی هایی که تو جاده میذارن. حالا شما ببین این پاکبانه، این پاکبان از گرما، یعنی پاکبان شهر تهران هم الان همین الان به ذهن رسید، پاکبان شهر تهران هم یه سختی رو نداره با پاکبان شهر بوشهر مثلا، که همیشه هوا 50 درجه است بوشهر، تابستون زمستون فرق نمیکنه، تلورانسش تو همین حدوده. حالا الان 2 روز گرم شده تهران، یه قول لاکشری برای خانم عزیز زوم نکنم، چون از اینترنت پیدا کردم سرچ کردم اومده، ولی موقع میشه لاکشری اونجا نشستن هوا میخورن، یه خوردم هوا گرم شد. ولی توش خوزستان که اینجوری راه فراری نداره که، برق هم قطع بشه کولر نیست، ولی اینجا برق قطع شه شما میتونید اونجا مرغابی ها، قناری ها، قایق موتوری استفاده کنید. البته شهر تهران از نظر هوا، آب و هوا خیلی بهتره تا اینکه اینجا جای کار داره از نظر اینکه خدمات شهری اونجا، مثلا شما فرق کنید جای مثل دسفول کسی بلد باشه، پایین سمت دس یک بندی داره به اسم اینجای مردم میرن تفریح میکنن علی کله، شما بخواید اونجا رو گسترش بدی اینجوری زیرسازی شده، ولی یه روز میام یه مستند خوب درست بکنم از این کف رودخونه درجه مصنوعی منطقه 22 تهران.
خب من اینو میخواستم بگم که چی؟ تهرانی ها زیاد سخت نگیرن لاکشری ها، تازه زنش باشید مثل مردم کجا تو اصلویه هستن، یه رو مثلا توی چیزش نشسته، فرش فروشی نشسته وسط هفته تیر چلو کولر بازی میگه وای چقدر گرمه، تو گرما نمیدونی چیه. من خودم حقیقتش من منطقه کوهستانی مرکز ایران هستم و خوزستان نرفته بودم تا زمان سربازی که رفتم. ما خودمون میگفتیم گرم، مثلا یه جور گرم شده، رفتم خوزستان تازه فهمیدم که گرما یعنی چی. خلاصه که این شوخی بر مردم جنوب ایران، این گرمایی که الان در تهران هست شوخیه. من خواستم بگم پس 4 روز با تعطیلی داریم، 4 روز، 3، 4، 5 شنبه جمعه، یعنی از ظهر 3 شنبه ادارات اینا. خب چون مصرف برقشون بالاست دیگه، همه پکیج و اسخایی میکنم اسپلیت بالا دارن و نمیدونم چیلر دارن و فیلر دارن، خاطر همین برق زیاد مصرف میکنن. همون تعطیل باشه بهتر. خب اینم نشون دادم، همین بود آقا مطلبی که من امروز خواستم بگم، این بود که چی؟ مشاغل سطح گرمایشون در سطح کشور متفاوته، یعنی پاکبان در تهران، پاکبان در اهواز. دیگه چی؟ این که مردم تهران هوا گرم هم باشه باز بیشتر میتونن خنک بشن، برن پارک اینجا هم دریافتی چیتگر که میبینید، خیلی جاهای دیگه و خیلی جاهای، ولی مردم جنوب زیاد راه چیزی ندارن، تو بیشترش هم اطرافش کویره دیگه، اون پایین چیز حالا امیدیه اهواز فرق میکنه، ولی توی هرمزگان، استان هرمزگان همش کویره و اطرافش، اینجا ها راه چیزی نداره. بلوچستان پایین جنوب بلوچستان هم همینطور، هرمزگان بوشهر همینطور، همین دیگه فعلا همین، خدا نگهدار همگی. باید از تحت تعطیلات مطالعه بکنید یا هر کاری که فکر کنید مفیده رو انجام بدید. تاکسیه خیلی جالبه، ذوب شده در شهر اهواز.